سلام مجدد خدمت شما دانشجویان محترم و ویدیوی دوم درس هفته نهم خوش آمدید. در خدمت شما هستم با ویدیوی دوم هفته نهم درس مسائل سیاسی جهان یک. سلایدی که در حال حاضر مشاهده می‌فرمایید همان سلایدی است که در پایان ویدیوی اول درس این هفته به بررسی گرفته شد. از سخن گفتن بیشتر در باب آن خودداری می‌ورزم و می‌رویم بر سر برنامه ما در ویدیوی دوم این هفته. طوری که عرض کرده بودم مبحث پیش درآمد فصل چهارم و مبحث اول فصل چهارم را در ویدیوی دوم این هفته مطالعه می کنیم. حالا می رویم به فصل چهارم. چند لحظه ببینید این سلاید را که برویم به فصل چهارم. این هم فصل چهارم. فصل چهارم طوری که عنوانش را مشاهده و ملاحظه می فرمایید سیاست قومی و ملی‌گرایی هست. در این فصل صحبت میکنیم در باب مسائل قومی و ناسیونالیسم در کشورهای در حال توسعه و در جهان، بحثای قومیت و مطالعات قومی و ملی‌گرایی بحثای مهمی هستند. نباید این بحثای مهم را بی اهمیت تلقی کنیم و در باب آن در واقع برنامه ای نداشته باشیم. در این فصل تلاش میکنیم در باب هویت قومی، هویت ملی، مسائل اقوام در کشورهای در حال توسعه و همچنین ناسیونالیسم صحبت کنیم. در آغاز فصل چهارم یک پیش درآمدی داریم، یک مقدمه ای در واقع داریم، آن را میخوانیم و سپس وارد مباحث میشویم. در این هفته طوری که در آغاز ویدیوی اول هم عرض کردم پیش درآمد و مبحث اول فصل چهارم را مورد مطالعه و بررسی قرار میدیم. خب ما باید بدانیم که این هویت های قومی و اقوام به یک بارگی در منطقه مشخصی به وجود نمی آیند، بلکه با گذشت زمان به وجود می آیند. به سخن دیگر هویت‌های قومی در طول زمان ایجاد و برخی هم سیاسی می شوند. اقوام و یا قومیت‌ها در طول تاریخ و در طول زمان به وجود می آیند، به یک بارگی به وجود نمی آیند. بعضی از اقوام هم سیاسی می شوند، بعضی از اقوام هم سیاسی نمی شوند. به سخن دیگر مسائل بعضی از اقوام سیاسی می گردند و مسائل برخی از اقوام دیگر هم سیاسی نمی شوند. هویت های ملی در کشورهای در حال توسعه سرشت سیاسی دارند. بحث های مرتبط با هویت های ملی، بحث های مرتبط با مسائل ملی در کشورهای در حال توسعه واقعا ملی نمی باشند. واقعا و به صورت طبیعی ملی نیستند، بیشتر مسائل قومی و سیاسی هستند. به سخن دیگر هویت های ملی در کشورهای در حال توسعه مدنی نمی باشند. هویت های ملی در این کشورها سرشت سیاسی دارند، جنبه قومی دارند و با هویت های ملی در کشورهای پیشرفته متفاوت می باشند. ما در همین فصل چهارم بحث هایی در باب انواع و اشکال هویت های ملی خواهیم داشت. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه هویت های ملی ضعیفند و هویت های قومی و فروملی نیرومندترند و همین سبب است که دولت ها در این کشورها در امر دولت سازی و ملت سازی با مشکلات جدی روبرو هستند.
بحث هویت‌های ملی و مسائل هویت‌های ملی در کشورهای در حال توسعه با عنوان مسائل مهم مطرح هستند. بسیاری از کشورهای در حال توسعه با بحران هویت ملی روبرو می باشند، از جمله افغانستان که با بحران خطرناک هویت ملی گرفتار هست. پس ما باید بدانیم که هویت‌های ملی در کشورهای در حال توسعه متأسفانه ضعیف هستند. هویت‌های دیگری وجود دارد که نسبت به هویت‌های ملی قوی‌تر می‌باشند، مثلا هویت‌های قومی، مسائل قومی، مسائل فرو ملی، نه مسائل ملی. اینها از هویت‌های ملی و بحث‌های مرتبط با هویت‌های ملی قوی‌تر هستند. و همین خاطر هم است که اگر ما دقیق متوجه شویم، بسیاری از کشورهای در حال توسعه نتوانستند به دولت سازی و به ملت سازی دست پیدا بکنند و با مشکلات جدی روبرو می باشند. بحران هویت‌های ملی در کشورهای در حال توسعه خیلی خطرناک هستند و بسیار پیامدهای بدی هم دارند. ما در خود افغانستان، در کشور خودمان، با بحران هویت ملی روبرو هستیم. هویت قومی و مسائل قومی، مسائل فروملی برای بیشتر ما مهمتر است از مسائل قومی، مسائل ملی. ما پیش از این که متعلق به افغانستان باشیم، متعلق به یک قوم خاص و به یک منطقه خاصی می باشیم و متاسفانه همین مسئله در بسیاری از کشورهای در حال توسعه وجود دارد. قومیت و ملی‌گرایی تفاوت دارند. نباید فکر کنیم که قومیت و ملی‌گرایی یک چیز هستند. اینها فرق دارند. اینها از همدیگر متفاوت هستند. بحث ملی‌گرایی را حتما در ادامه به آن می‌پردازیم، در مباحث مرتبط با آن در این فصل اشاره خواهیم کرد. اما باید در اینجا عرض کنیم بحث ملی‌گرایی با بحث قومیت کاملا متفاوت است و ما نباید قومیت یا قوم را با ملی‌گرایی یکسان بدانیم. هر کدام از این دو از خود تعریف مشخصی دارد و مسائل مشخصی در باب آن قابل گفتن می‌باشد. هرچند مرز میان آنها گاهی باریک می شود، اما ملی‌گرایی سرشت سیاسی دارد و قومیت چنین نیست. خب این دو با هم ارتباط دارند. قومیت و ملی‌گرایی با هم ارتباط دارند. گاهی اوقات خیلی به هم این دو نزدیک می شود و تفکیک میان این دو خیلی مشکل است. ولی درست است که مرز کشیدن میان این دو کار سختی هست و گاهی باریک می شود، ولی نباید ما این دو را یکی بدانیم. باید بدانیم که ملی‌گرایی سرشت و طبیعت و ذات سیاسی دارد، در حالی که قومیت چنین نیست. قومیت یک پدیده طبیعی و اجتماعی هست، در حالی که ملی‌گرایی و ناسیونالیسم یک بحثی است که ذات و طبیعت سیاسی در واقع دارد. سلاید بعدی رو می آوریم. خب این هم دو تصویر که مشاهده می فرمایید. تصویر اول که در سمت راست قرار دارد هویت ملی رو نشان می دهد. هویت ملی مثل همین نشان انگشت است. هویت ملی هویتی هست که ما را شبیه هیچ کس دیگری نمی سازد. هویت ملی یعنی این که من را از دیگران متفاوت می سازد، یعنی پدیده ای که ما را از دیگران متفاوت می سازد و دیگران را مثل ما و ما را مثل دیگران نمی سازد. امیدوار هستم در باب مسائل هویت ملی مطالعه کنید. برای اینکه در باب مسائل هویت ملی در افغانستان مطالعه کنید، یک کتابی خدمت شما معرفی می کنم. در این سمت چپ عکسی از جلد کتاب چگونگی هویت ملی در افغانستان یا چگونگی هویت ملی افغانستان را می‌بینید.
که نویسندهش آقای عبدالغفور آرزو می باشد. این کتاب را توصیه می کنم مورد مطالعه و بررسی قرار بدهید. کتاب خوبی برای همه شما هست. آقای آرزو را هم شاید بشناسید، از همین هرات است و ایشان دکترایش را از دانشگاه تربیت مدرس ایران به دست آورده، کارمند وزارت خارجه بوده، سفیر افغانستان در تاجیکستان بوده و شاعر و نویسنده خوبی می باشد. هرچند این کتاب اشکالات جدی دارد، روشمند نیست و مطالب آن پراکنده می باشد، ولی از آنجایی که در باب هویت ملی در افغانستان کمتر چیزهایی نگاشته شده است، باز هم خوب است هرگاه مورد مطالعه و بررسی قرار بگیرد. در اینجا میرسیم به پایان بخش پیش درآمد فصل چهارم. حالا سلاید بعدی را میآورم تا مبحث اول فصل چهارم را آغاز کنیم. خب این هم مبحث اول فصل چهارم که تحت عنوان ساخته شدن و سیاسی شدن هویت‌های قومی میباشد. خب در اینجا صحبت میکنیم که هویت‌های قومی یا مسائل قومی چگونه سیاسی میشود. قوم یک پدیده طبیعی و اجتماعی است. چگونه هست که مسائلش در کشورهای مختلف جهان سیاسی میگردد؟ هویت‌های قومی زمانی ایجاد میشوند که برخی افراد به شیوه آگاهانه خود را از دیگران جدا کنند. یک قوم زمان ایجاد می شود، یک هویت قومی، یک شناسه قومی وقتی ایجاد می گردد که بعضی از افرادی که منتسب به یک قوم خاصی هستند به شیوه آگاهانه، خودخواسته، خود آگاهانه می آیند و خود را از دیگران جدا می کنند. می آیند برای خود یک هویت جدیدی را تعریف می کنند، هویتی که به وسیله آن از دیگران جدا می شود. اما این جدا سازی یا این جدا شدن می تواند به دو گونه باشد. طوری که اینجا هم نگاشتیم، این جدا سازی می تواند به دو گونه باشد. خب این دو گونه چیست؟ اینجا نوشتیم: یک، برپایه تصور وجود تبار مشترک شاید به شکل افسانه‌ای. دو، فرهنگ مشترک شامل ارزش‌ها، انجارها، هدف‌ها، باورها و زبان. خب ببینید، این که عده‌ای از افراد به شیوه آگاهانه می‌آیند و خود را از دیگران جدا می‌کنند، ممکن است یک روش این باشد که آنها بحث تبار مشترک را مطرح می‌کنند. مثلا می‌گویند پدرکلان ما، نیای ما، پدر بزرگ ما فلان شخص بوده، ما فرزندان او هستیم. حالا شاید این چیزی که آنها میگویند واقعیت داشته باشد و شاید هم در حد یک افسانه‌ای باشد. پس این بدین معنا نیست که در واقع تبار مشترک واقعی باشد. گاهی ممکن است این بحث تبار واقعی باشد، گاهی هم ممکن است به شکل افسانه‌ای باشد. و دو، فرهنگ مشترک. فرهنگ مشترک شامل ارزش‌ها، انجارها، هدف‌ها، باورها و زبان. ممکن است این برخی از افراد که به شیوه آگاهانه خود را از دیگران جدا می‌کنند، آن بحث تبار مشترک را به شکل افسانه‌ای یا واقعی مطرح نسازند. یک تعداد افراد و انسان‌ها را که فرهنگ مشترکی دارند و اجزای مشترک میان آنها ارزش‌ها هست، انجارها هست، هدف‌ها، باورها و زبان است، یعنی در این موارد با هم مشترک هستند، اینها را وسیله‌ای قرار بدهند، ابزاری قرار بدهند برای جدا کردن خود از دیگران. خب پس برای اینکه یک قومی ایجاد شود، یک هویت قومی ایجاد شود، دو گونه جداسازی میتواند اتفاق بیفتد که یا برپایه تصور وجود تبار مشترک است و یا برپایه فرهنگ مشترک. هویت‌های مذهبی نزدیکترین هویت‌ها به هویت‌های قومی است.
اما بهتر است آن را از هویت‌های قومی جدا کنیم. خب ما باید بدانیم فرق است میان هویت‌های قومی و هویت‌های مذهبی، هرچند یک قوم معمولاً مذهب مشترکی دارند، یا معمولاً اقوام یک قوم اکثر مردمش بره به یک مذهب خاصی می باشد. اما ما باید بدانیم که تفاوت است بین هویت مذهبی و هویت قومی و نباید اینها را با هم خلط بکنیم. همچنانی که بین قومیت و ناسیونالیسم تفاوت وجود داشت، بین هویت مذهبی و هویت قومی هم تفاوت وجود دارد و ما باید این تفاوت و تفکیک را قائل شویم. سلاید بعدی را می آورم. هویت های قومی سیاسی، هویت های قومی هستند که سیاسی شدند. خب ما یک اصطلاح دیگری هم داریم به نام هویت های قومی سیاسی، که اینها اول سیاسی نبودند. یک قومی بوده، وجود داشته، ولی در طول زمان نظر به یک سلسله مسائلی این قوم سیاسی شده، مسائلش سیاسی شده، مسئله این قوم از اصل خود در واقع بیرون شده، از مجرای اصلی خود بیرون شده و به یک مسئله سیاسی مبدل شده. هویت‌های قومی سیاسی در طول زمان ساخته می شوند و نیز تغییر می کنند. ما باید بدانیم که مثل خود هویت قومی که در طول زمان شکل می گیرد و به یک بارگی به وجود نمی آید، هویت‌های قومی سیاسی هم مثل خود هویت‌های قومی به یک بارگی سیاسی نمی شوند. در طول زمان ساخته می شوند و سیاسی می شوند و تغییر می کنند. توجه داشته باشید که در گذشته ها قوم را یک نهاد طبیعی تصور می کردند، ولی آلا بسیاری از قوم شناسان، دانشمندان و نظریه پردازان مطالعات قومی بر این باور هستند که قوم یک نهاد اجتماعی و قراردادی می باشد. بیشتر کشورهای در حال توسعه طعم استعمار اروپایی را چشیدند. اکثر کشورهای در حال توسعه که ما عمدتاً در مورد آنها صحبت می کنیم، متاسفانه مستعمره کشورهای اروپایی شدند. استعمار اروپایی یعنی استعمار فرانسه، استعمار انگلیس، استعمار اسپانیا، استعمار پرتغال، در محدوده کوچکتر استعمار بلژیک و آلمان. خب اینها به هر صورت در جاهای مختلفی رفتند و دست به استعمار ممالک زدند. البته انگلیس و فرانسه در واقع بعد از اینکه قدرتمند شدند، بیشتر نسبت به کشورهای دیگر اروپایی دست به استعمار زدند. این استعمار نقش عمده در ساخته شدن هویت‌های قومی داشت و نقش مهمتر در سیاسی کردن این هویت‌ها بازی کرد. این استعمار به خاطر پیشبرد منافع خود اقوام جدیدی ساختند، هویت‌های قومی جدیدی ساختند و مسائل اقوام را در بسیاری از کشورهای در حال توسعه سیاسی کردند. متأسفانه که امروز در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، از جمله در افغانستان، بحث اقوام سیاسی شده، مسائل اقوام سیاسی شده اند. ما باید بدانیم که استعمار، به خصوص استعمار انگلیس و فرانسه و باز بلخص استعمار انگلیس، در ایجاد مشکلات قومی و سیاسی کردن مسائل اقوام و قومیت ها نقش بسیار مهم می داشتن. شما حتما می دانید که انگلیس در افغانستان به اختلافات قومی دامن می زد. انگلیس در بسیاری از کشورها به اختلافات قومی دامن زده است. فرانسه هم در شمال آفریقا، در خاورمیانه، با مرز کشی ها و با بحث های زبانی و نژادی، مسائل برخی از اقوام را سیاسی کردند.
انگلیس ها پیوسته می گفتن که تفرقه بیانداز و حکومت کن، یعنی بین اقوام تفرقه بیانداز، بین مردم تفرقه بیانداز تا خودت بتوانی به اهداف خود برسی. در بسیاری و نه همه مستعمرات آسیایی یک هویت قومی پیشا استعماری وجود داشت. در بسیاری از کشورهای آسیایی قبل از اینکه استعمار انگلیس بیاید، اینها علاوه قومی وضعیت دیگری داشتند، ولی با حضور استعمارگران بسای قومی جنبه جدیدی برای خود یافت. قومگرایی دامن زده شد، قومیت‌های جدیدی ساخته شد، اقوامی از هم جدا شد و بالاخره مشکلات قومی ایجاد گردید. در اینجا میرسیم به پایان مبحث اول فصل چهارم. از توجه و همراهی شما سپاسگزار هستم. تا هفته آینده خدا نگهدار.